من آمدم به شمال آلمان و شما را آمدم اینجا به شهری قدیمی زیر سایه یک عقاب طلایی. در این برنامه می‌بینی که در این شهر چه خبرها هست، چی میتونیم ازش یاد بگیریم. صدای موسیقی آلمانی رو، موسیقی قدیم، موسیقی جدید. و خوراک این شهر رو مزه می‌کنه. در شهری که محاصره شده با کوههای جادوگران، در این شهر اومدم به جستجوی ستار. اونم ستاری با این صدا. خب آهنگ رو شنیدیم که در جنگلای همین اطراف هم اجرا شده بود که میگن درش جادوگرها میرقصیدن روزی و شبی. حالا شهر رو نگاه کنیم، مخصوصا که الان یک روز تابستانی عالی است. تابستان یعنی 22 درجه دیگه، غیر از این روزای دیگه میشه 15 و 14، شبام سرد با پولوور حتی تو تابستون. حالا این شهر گاستای شهر جالب و تاریخی هستش، واسه این خیلی کوچیکه و خیلی زیبا، ولی در سرنوشت جهان آینده که امروز ما باشه تأثیر داشته. حالا اونها بماند. این تشتی که اینجا ببینین بسیار قطور هستش، از جنس برنج و میگم قدنش حدود 800 ساله. 800 سال پیش دارم مردم تعجب میکنن چطور چنین چیزی رو ساختن به این بزرگی از جنس برنج گوشن اینجا. و این چشمه ای که اینجا میبینی یا فواره خیلی داستان جالبی داره. اینی که اینجا میبینی یک انسان رفته تو دهنی چیز شبیه سگ، مال یک داستان قدیمی هستش. میگن داستانی از انجیل که نهنگ انسان رو قورت میده و این انسان در اون زندگی میکنه و بعد آخر سر اونو میندازه بیرون و آزادش میکنه. و جالب اینه که مردم این قسمت از دنیا در اون زمان هیچ وقت نهنگی ندیده بودن، برای همین نهنگ رو اینجوری تصور کرده، شبیه به سگ که بدن شبیه جوهر ماهیه یا شبیه صدفه، با یه دم داره شبیه شاخه درخت. و جالبه که این منطقه سرشار از باران و آب و چشمه‌های طبیعی هستش و این حوالی هم دو تا شرکت آب معدنی وجود داره، ولی روی اینجا نوشته که این آب نوشیدنی نیست، نخورید.
این عقاب سلطنتی هم که اینجا میبینین گذاشتن دلیل داشته. این قدیم اکثرا بی سواد بودن، بنابراین چنین نشانهای خیلی مهم بوده. این نشان سلطنتی این کشور و این منطقه بوده، عقابی که تاج روی سرشه. این در این میدان اصلی شهر که بازار بوده و مردم میامدن میرفتن، نشون این بوده که قانون اینجا حکم فرماست، اینجا باید انقدر مالیات بدین، چنین کارهایی اگه بکنین تنبیه میشین و فلان و بهمدان. و هر خارجی که میامده اینجا میدونستن که قانون آلمان این منطقه بهش حاکم هستش، و به این برای دنیای بیسوادی این نشانه ها خیلی مهم بوده. همونجوری که پادشاهان و مجسمه هاشون رو میذاشتن دوروبر که مردم ببینن اگه هم چیزی دیدن پادشاه بوده، چون روزنامه ای نبوده اون زمان عکسی دیده بشه و مردم خیلی از هم بیخبر بودن و شاید اطلاعات بیشتر از چند متر به آدما نمیرسه، یعنی باید کسی به کسی بگه و دیده بشه. مثلا این پادشاهان با تاج و حتی میگن با چنشنه های اینجا راه میرفتن که مردم اونا رو بشناسن. در این قسمت از برنامه برو بنفش موسیقی گوش کنیم به آهنگ آلمانی ولی با صدای زنگ ها و زنگوله ها. آهنگی رو که شنیدید که این نوازنده نقاب به چهر برای ما اجرا کرد، Thank you so much، و با صدای زنگ ها و زنگوله ها شنیدید در وسط شهر، آهنگ معدنچی ها بود که با پیانو ادامه پیدا کرد در این جای زیبایی که هستیم. و این شهر به خاطر معدنچی ها به وجود اومده، به خاطر معدن مس و همینطور سنگ هایی که داره. برای این خیلی بجا بود که ایشون هم برای ما اجراش کرد. ولی ایشون چرا ماسک داره؟ ایشون چه کسی است؟ این جوان چه کاره است که می نوازد پیانو را؟ بعداً در همین برنامه باش آشنا میشیم و با این جایی که توش هستیم و داره می نوازه. ولی قبل از اون فعلا در این معما بمونید. آهنگی را برای ما می نوازه به اسم 80 میلیون که آهنگ محبوب مسابقات فوتبال این کشور بوده. آهنگش آلمانیه ولی ایشون پیانوش را برای ما می نوازه. کیمبو کراش. Thank you.
در حالی که قسمتی از دنیای قدیم داره حرکت میکنه در این دنیای جدید و ناقوس ها به صدا در اومدن در کلیسه اطراف. این ساختمان سویی که دارن تعمیرش میکنن شهرداری قدیمی اینجا بوده، هزار ساله تقریبا ساختمش. مال واقعا مال دوره ای که بهش میگن سبک گاتیک، یعنی سبک معماری واقعا ابداع شده بوده و جایی بوده که مردم رو تنبیه میکنن. قانون اینجا بوده، عروسی ها میشده در این گوشه، زنها تنبیه میشدن و تنبیه به این صورت بوده که زنها داخل یک قفس چوبی میذاشتن، مردم بهشون چیز پرد میکردن، مردها اما در اون قسمت تنبیه میشدن و یک تیر چوبی بوده که به اینا چیز پرت میکردن، آبروشون رو میوردن. خیلی داستانو داشته. اتفاقا این گوشه که برای تنبیه خانم ها بوده برای ما خیلی جالبه، چون چهره یک زن قدیمی آلمانی نشون میده و پوششی که داشته به خاطر اعتقادات مذهبی اون زمان. هم خانم ها چیز شاید به حجاب داشتن، حتی نه به اندازه که در کشور ما بوده، ولی در اینجا میبینی که چیز شاید کیسه توی سرشون بوده و میذاشون و حتی دو لایه مختلف داشته. برنامه ویژه ما رو نگاه میکنید در شهر گوسلار که شمال آلمان هستش، نزدیک هانوور. شاید اسم هانوور رو آشنا باشین، فرودگاه هم داره، یه ساعتی اونجا هستش با ماشین با سرعت بالا که تو اتوبان‌ها اینجا حد سرعت بعضی وقتا اصلا نیست، یعنی تا 200 هم میرن راحت. یک چیز مشخصه شهری که توش هستیم گوسلار، این نمای سنگی ساختمون هاست که اصلا رسم این شهر بوده که مثل فلس ماهی بدنه ساختمون رو از این سنگ ها، لایه سنگ ها پر می کردن. ببینید چقدر هم زیبا اینها رو کنار می چنن. اولا اینا نوعی از سنگ رو شکنید، سنگ های ورقه‌ای که توی میگون در ایران هست نزدیک تهران، سنگ های ورقه‌ای میگونی بهش میگن حتی. و این نوع سنگ های ورقه‌ای که لایه هاش اینجا می بینید است کتاب نوشته شده تاریخ هستیه، یعنی اکثر سنگواره ها یا فسیل هایی که پیدا میکنن لای ورقه های این سنگ هاست که باز میشه ببینن که چه حیواناتی کی بوده و چی هستن. و اینکه ارتباط پرنده ها با دایناسور ها رو، یعنی دایناسور هایی که پرداشتن لای این سنگ ها دیدن در چین و کشف شد که پرنده ها همون دایناسور هستن که زنده بودن تا امروز. اینا صدها سال سابقه این رونمای سنگی این شهر هستش که میبینیم و مختص گوسلاره. یه سم در مورد موسیقی آلمان بگم. موسیقی آلمان تحت تأثیر گذاشته خیلی از موسیقی امروزی جهان رو، هم موسیقی کلاسیک غربی رو که ارکستر میزنه و هم حتی مهاجران آلمانی که به آمریکای جنوبی آرژانتین رفتن با ویولون و آکاردئون آهنگ‌های تانگو و سبک موسیقی تانگو رو پایگذاری کردن با همین سازهایی که سازهای محلی این کشور بوده و هست. و این گوشم خوشبختانه سه نوازنده هستن که اومدن، نوازنده دورگر، نوازنده خیابونی که اجرا کنن. ازشون میخوام به ما بپیوندن. بفرمایید. ناچکو گروه سه نفره برای ما می‌نوازن آهنگ رو در این میدان. گوش کنید، آهنگ آلمانی کیف کنید. Thank you.
نوازندگان ما نواختند. در این برنامه ما از ستار شروع کردیم، ستاری با صدای سحرآمیز با آکورد زده شد که امیر اسدی بودش و همینطور موسیقی کلاسیک شنیدیم، موسیقی محلی اینجا شنیدیم. و حالا نگاهی بکنیم به این قسمت از مرکز شهر گزلار، شهری تاریخی که حتی تلفن‌های همراه ما یه جوری به این شهر ربط داره. این ساختمان انجمن نساجان بوده یا میشه گفت پارچه فروشان یا بافندگان. اون زمان انجمن‌ها خیلی مهم بودن، انجمن بافندگان بوده، انجمن سنگتراشان بوده. هرچی اینا انجمن‌ها ساختمان‌های بهتر، تعداد بیشتر، آدم‌های پولدارتر باشن، توی سلطنت می‌تونن تأثیر بهتری داشته باشن و ارتباطات بیشتری و برای زندگیشون بهتر بشه. در اینجا خیلی جالبه چیزی که می‌بینیم، همون چیزی که امروز بهش رسیدیم. امروز دنیای عکس و نخوندنه. اینم متعلق به دنیاییه که مردم سواد نداشتن، نمی‌تونن چیز بخونن و همه چی روی علامت‌ها بوده و علامت‌ها رو می‌تونن ببینن و یاد بگیرن یا به یاد بیارن. این نشونه قدرت این شهره. پادشاهان مختلفی که داشته و اینجا پادشاهان تعداد زیادی بودن. هر پادشاه 2-3 هزار نفر رو داشته، یه سری زمین زراعی، یه سری ارتش و یک کاخ. بعد هر 20 سال می‌رفتن جای دیگه و این پادشاه از کنار همدیگه رد می‌شدن. حتی به این نماینده اون نوع پادشاه، پادشاه سلاطین کوچک این مناطق بوده. جالبه در یک قسمت ستون یک مردی رو می‌بینیم که مثل یک عجوزه سر زانوهاش هم پاره شده، مثل شلوارای جدید. این نماینده کسی که این ساختمان رو ساخته، نماینده کارگر، کسی که تمام بار کشور روی دوششه و زحمت میکشه، به این خاطر بد شکله و لباسش پاره است. در گوشه دیگه آدم و حوا رو میبینیم که این برای مردم ایشان نماینده عفت بوده و ارزش خانواده و اهمیت اینکه باید حتما ازدواج کنه. عجوزه هایی رو میبینین روی این ساختمون هستن، اینا عجوزه های جهنمی هن. اینا میذاشتن برای اینکه مثلا کسایی که یاغی هن میخوان حمله کنن بترسن، از ساختمون نگهداری میکرده این عجوزه ها. بعد همینجور میان جلوتر و بدترین قسمت اون گوشه از ساختمانه که میبینین یه نفر داره به قول معروف مدفوع میندازه. روی اون گوشه داستانی اتفاق میافتاده که خیلی هم دردناکه، میخوام بهتون نشون بدم. گفتن هم که این ساختمون نزدیک 500 خورده سالشه و 100 سالی هم هست که هتل شده و رستوران. این گوشه به خاطر اون مجسمی هم که اونجا میبینین گوشه شرم و آبروریزی بوده برای کسانی که میخواستن تنبیه بشن در این شهر. و اما مجازاتی که اینجا اتفاق میافتاده به این شکل بوده که طرف باید شلوارش رو در میآورده، میشسته اینجا و بعد فشارش میدادن به حدی که استخوناش بشکنه. و بهتون بگم عجیب، اینجا سفته. اصلا تصوری که من داشتم از اینجا و تصوری که وقتی نشستم روش کاملاش خیلی سفت و سنگ، حتی الان میشتم ناراحتم، چه برسه به اینکه یه نفر فشار بده کسی دیگر رو تا حدی که استخوناشو میشکسته. مجازات خیلی وحشتناکی بوده. بدون شعبارم طرف را اینجا بیرون میکنن، از این کوچه میرفته. این یکی از کوچه‌های قدیمی شهر و بسیار جالب، یعنی این خونه‌ها رو 500 سال دست نزدن که هیچ ترمیم کردن، یعنی نه اینکه خراب کنن آپارتمان بسازن. و این یک ساختمان خیلی سنتی شهر گزلار و حتی آلمان هستش. ساختمان‌های دو طبقه بوده و به این شکله که طبقه اول شومنی ها بخاری داشته و تمام خانواده حتی حیوانات تو این اتاق جمع می‌شدن که گرم بشن، می‌رفتن طبقه بالا می‌خوابیدن. و گرما در این شهر، در این منطقه بسیار با ارزش بوده و چیز کمیابی بوده. خیلی از خونه‌ها حتی گرما نداشتن. و این ساختمان‌ها به این شکل بوده که اول یک چارچوب چوبی از درخت‌های اطراف می‌بریدن، می‌ذاشتن برپا می‌کردن و توشو پر می‌کردن با ملات، ملاتی که از گچ بوده، کاه بوده و هر چی دستشون میاد. حتی خونه‌های عیان یال عصر می‌بریدن و حتی پهن توش می‌ذاشتن و حتی ادرار، جز برای فهم می‌کردن که خیلی بهتره برای اینکه ملات سفت بشه. و اون بالا هم یک نوشته می‌بینیم به آلمانی
این خیلی مهمه. این مثل اون آیه هایی که روی مدارس مذهبی قدیم یا مسجد ها می نوشتن یا توی خونه ها می نوشتن و خانه های اعیان نوشته هایی داشتن، حتی روی ظرف های صفوی یا شعر نوشته میشه یا آیه نوشته میشه، اینا تو سنت تمام مردم 500 سال پیش بوده. فقط اینه که این بالا نوشته آلمانیه و این خیلی مهمه، چون نشونگر وقتیه که یک انقلاب فکری و مذهبی در این کشورها میشه. چیزی به اسم پروتستان ها به وجود میان که مارتین لوتر که خودش یک آلمانی بوده میاد انجیل رو از لاتین به آلمانی ترجمه میکنه تا همه مردم بفهمن. و غیر از اون به مردم میگه که اصلا نیازی نداره که مذهب داخل سیاست باشه، کلیسا از شما خراج بگیرن، پول بگیرن، مالیات بگیرن، شما به حرفشون گوش کنین، قدیسان یا امامان رو ستایش کنین، براشون کلیسا بسازین، شما ارتباط مستقیم با خداست و فقط اونا مردان خدا هستن که شما راهنمایی و کمک کنن، نه اینکه به شما حکومت کنن. و این خط یادگار اون حرکته، چون خط به آلمانی نوشته شده، قبل از اون به لاتین می نوشتن و بعد از این بود که آلمان شکل جدیدی گرفت و مردمش وارد مرحله جدیدی از زندگیشان با اون مستقل بودن بود. و این بالا نوشته که مردم این خونه خوشبختن، زندگی خوبی دارن و خیر ببینن. و این بود داستان این شهر. بالا بریم به کوه جادوگران، آنجا نوایی می آید.